یک عضو اعتلاف سعودی در کنفرانسی خبری به هدف قرار دادن اتوبوس حامل کودکان در استان سعده یمن اعتراف کرد اما بابت این جنایت عذر نخواست منصور احمد المنصور مشاور حقوقی عضو هیئت حقیقتی ها به این حادثه که توسط اعتلاف سعودی تشکیل شده است در جمع خبرنگاران اذعان داشت که اشتباهاتی در وقوع این اتفاق دخیل بوده است المنصور با توجیه ناپذیر خواندن این اقدام خواستار مجازات افراد دخیل شد اعتلاف عربی سعودی متجاوز به یمن ماه گذشته یک اتوبوس حامل دانش آموزان را در استان سعده هدف حمله هوایی قرار داد و چهل کودک را به شهادت رساند. چرخش موضع رسانه اعتلاف سودی در شرایطی است که پیش از این ترکی المالکی سخنگوی این اعتلاف متجاوز حمله هوایی صورت گرفته را یک اقدام مشروع نظامی خوانده بود. عربستان سعودی طی سه و نیم سال گذشته پیوسته با انواع تسلیحات کشنده و غیر متعارف از جمله بوم های و بشکی مردم یمن را هدف قرار داده که نتیجه این اقدام ده هزار شهید و مجروح میلیون ها آواره و اوضاع وخیم انسانی بوده است. با وجود هشدارهای فزاینده گروههای مستقل حقوق بشری در خصوص ابعاد فاجعه بار جنگ یمن، بسیاری از کشورهای غربی همچنان به حمایتهای تسلیحاتی و لوجستیکی از ائتلاف سعودی ادامه میدهند. گفتنی سرسانه های غربی همچون سی پیش از این فاش کرده بودند که بمبی که دانش آموزان یمنی را هدف قرار داد، ساخته آمریکا بوده است. با وجود این واشنگتن تا کنون از پذیرش مسئولیت و محکوم کردن جنایات سعودی ها خودداری کرده و تنها خواستار تحقیقی در این باره شده بود